24 سه برابر 8. بچه قشنگ گوش کنید. 24 سه برابر 8 میشه 24 چهارم، این میشه 6. 6 و 2 میشه چند؟ 8. دوباره 24 سه برابر 8، 24 چهارم میشه 6. پس کل اینو محاسبه کردم شد 6. حالا 6 به اضافه R1 میشه موقعیت کل ما. آمپرسنج تو شاخه اصلی وضع شده، پس داره جریان اصلی نشون میده. من میگم جریان میشه نیرو محرکه به روی آر کل به اضافه آر کوچولو. قبوله؟ خب بیا اینجا، بیا اینجا، بیا اینجا. جریان شاخه اصلی رو دارم 2، پس اینو میذارم 2. نیرو محرکه رو دارم 20، آر کوچولو رو دارم 1، آر کل میمونه. آر کل اینه دیگه، کل اینجا شد 6. یه آر یک هم داریم، پس میشه 6 به اضافه آر یک. خب این باید 10 بشه، پس آر یک میشه 3 اوم. پس آر یک ما میشه 3 اوم و جواب ما میشه گزینه چند؟ یک. حالا بابا جون بریم سراغ سوال 61. یه سوال تالیفی خوشگل. میگه در مدار شکل زیر جریان گذرنده از مقاومت های آر دو آر سه به ترتیب چند آمپر است؟ ببین توی تمام این سوالی که داریم حل میکنیم جریان رو از ما میخواد. ذهنا منظم باشه. اول چی کار کردیم؟ به هم بستن مقاومت ها سری موازی. بعد اومدیم ترکیبش کردیم با کلید. آ کلید باز میشه، بسته میشه، مقاومت معادل چند برابر میشه. حالا داریم میریم سراغ جریان. یه مدار به ما میدن، جریان فلانی رو میگن به دست بیار. جریان رو میدن، مقاومت رو میخوان. معمولا این سوالا رو با روش پتانسیل نقاط ساده میکنیم و به کمک روش X حلشون میکنیم. داریم چه حساب میکنیم؟ جریان. خیلی خوب. یه مدار این شکلی به ما داده، میگه جریان عبوری از مقاومت های R2 و R3 رو پیدا کن. بیا اینجا بابا جون. اینو میذاریم آ آ آ، اینجا میشه آ، اینجا میشه آ. چرا سری آ به 3 گذاشتم؟ چون سیم اضافه دارم. من سیم اضافه دیدم مکس نمیکنم. این طرفو میذارم چی؟ B، اینجا میشه B، اینجا میاد اینجا B B. تمام. یه آ دارم و یه B دارم. خب 3 بین آ و B، 6 بین آبیه، این دو هم بین آبیه، پس همه بین آبیان. یعنی یه دونه 3 و یه دونه 6 و یه دونه 2، همه اینا بین آبیان. آبی میاد وصل میشه به باتری. آ به مثبت، بی به منفی، پس آ به مثبت، بی به منفی. باتریمون هم داریم، نیرو محرکه 12، آر کوچولو 1. خیلی خوب، عالی بود. چی از من میخواد؟ جریان. سری مینویسم آی برابر است نیرو محرکه 12. مقاومت معادل بگیریم، 2 3 6 عددهای خودمونه 1، تمام. آر کوچولو 1، 12 دوم 6. خیلی کیف میده. این جریان 6 چیه؟ جریانی که از باتری داره میاد بیرون. 6 6 6 6 6 میاد اینجا، بین این سه نفر تقسیم شد. بزرگر رو میذارم x، نصف اینه میشه 2x، یک سوم اینه میشه 3x. هر چی مقاومت کم بشه جریان بیشتر میشه. x 2x 3x میشه 6x، 6x میشه 6، پس x میشه 1 2 3 آمپر. باید با همین سرعت بتونی سوالتو پیش ببری، سوالتو حل کنی. خیلی خب، جریانا پیدا شد. چی از من میخواد؟ جریان عبوری از مقاومت‌های R2 و R3. R2 این بود، شیشه بودش. R3 دو اهمی بود، این بودش. خب جریانامون میشه 1 3 گزینه 2. تمام. سال بعدی، سال 62. بیا بیا بیا. وای، هیچی نمیگم، فقط حلش میکنم. آقا بیا اول سادش کنی. گفته جریان آی پریم رو پیدا کن. بنویس خیلی 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 مهم، این میاد. بنویس زیباترین سوال دنیا، خیلی قشنگه. اینجا رو میذارم آ، این میشه آ، این آ، این آ، این آ. انقدر آ آ آ آ آ میذارم تا به مانه برخورد کنم. اینجا بی 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 بی، اینم میشه بی. تمام. یه آ مینویسم، یه بی مینویسم. خب 60 آبی، 30 آبی، 20 آبی. پس هر سه مقاومت بین آبی هن. یه 60 دارم، یه 30 دارم، یه 20 دارم. شبیه سوال قبلیه ها، ولی خب یه تفاوت خیلی زیبا داره. بی میاد به مثبت وصل میشه، آب منفی. بی به مثبت وصل میشه، آب منفی.
خب نیرو محرکه آر کوچولو دارم. معادل میگیرم سری 60 سی 20 عددهای خودمونه میشه 10. خب میگم جریان برابر است با نیرو محرکه 36، موقعیت معادل 10، آر کوچولو 2، این میشه 3 آمپر. 3 آمپر از باتری میاد بیرون میرسه اینجا. روش X میزنم، این بزرگه رو میذارم X، نصفشه 2X، یک سومشه 3X، جمعش میشه 6X، 6X میشه 3، X میشه نیم. جریانای ما نیم، یک، یک و نیم. حرفه‌ای، سری، پرقدرت. حالا قسمت هیجان انگیزش، دوست دارم، دوست دارم. آقا آیپیریم اینه، آیپیریم اینه. طراح محترم، طراح باهوش، باسواد، باحال نگفته جریان مقاومت 20 و 30 و 60 رو پیدا کن، گفته جریان آیپیریم رو پیدا کن. جریان مقاومت ها رو نمیخواست، جریان آیپیریم رو میخواد.